سلام خدمت همه همراهان همراه مکانیک. تو این کلیپ رفتیم سراغ پرفروش‌ترین محصولات هیوندای، کمپانی کره‌ای که خودروهاش بیشتر از بقیه شرکت‌های خارجی تو بازار ایران حضور دارند. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. اولین خودروی لیست ما هیوندای سانتافه نسل سوم با کد DM. سانتافه از جمله کراس اوورهای بسیار معروف این کمپانی در سطح جهانه که ابتدا با نسل دوم به ایران رسید و حسابی پرفروش شد. موفقیت نسل دوم هیوندای سانتافه سبب شد تا شرکت وارد کننده نسل سوم این خودرو رو با کد شناسایی DM و در قالب مدل‌های 2014 تا 2018 به دست مشتریان ایرانی برسونه. هیوندای سانتافه DM در سال 2016 با نسخه فیسلیفت به بازار ایران رسید که فقط در قسمت‌های مثل سپرها، مهشکن‌ها، چراغ‌ها و جلو پنجره تغییرات جزئی داشته. هیوندای سانتافه DM از یک پیشرانه 2.4 لیتری MPI تنفس طبیعی با قدرت 174 اسب بخار و گشتاور 227 نیوتن متر نیرو دریافت می‌کند. شتاب 0 تا 100ش 11.6 ثانیه و حداکثر سرعتش هم 190 کیلومتر بر ساعته. میانگین سوخت مصرفی این خودرو در 100 کیلومتر برابر با 9.4 لیتر که برای یک کراس اوور سایز متوسط 1650 کیلویی مناسبه. به طور کلی انواع مدل‌های سانتافه در رده پرفروش‌ترین محصولات این کمپانی در ایران هن، اما سانتافه نسل سوم خیلی محبوبه و مالکان به راحتی میتونن نمونه‌های اولیه یا فیس‌لیفت این خودرو رو بفروشن. خودروی دوم لیست ما هیوندای سوناتای YF. هیوندای سوناتا اولین بار در قالب نسل پنجم یعنی NF حوالی سال 84 به بازار ایران رسید و خیلی جلب توجه کرد. در سال 2014 سوناتا YF با طراحی انقلابی وارد میدان شد. طراحی نسل ششم سوناتا تو اون زمان خیلی متفاوت بود و باعث شد که این سدان سایز متوسط چه در ایران و چه در بازارهای جهانی مورد استقبال باشه. سوناتا YF از یه پیشرانه 4 سیلندر تنفس طبیعی 2.4 لیتری با قدرت 176 اسب بخار و 229 نیوتن متر گشتاور استفاده میکنه و گیربکسش 6 دنده اتوماتیکه. شتاب 0 تا 100ش 10 ثانیه و حداکثر سرعتش 208 کیلومتر بر ساعت و میانگین مصرف سوختش هم 8.1 لیتر در هر 100 کیلومتره. نسل هفتم سوناتا به نام LF هم تا مدل‌های 2018 به بازار ایران رسید، اما سوناتا YF پرفروش‌ترین مدل سوناتا بود. خودروی بعدی هیوندای توسان LM هست. کراس اوور توسان به عنوان برادر کوچکتر سانتافه اولین بار در سال 2007 با نسخه فیس‌لیفت نسل اولش به مشتریان ایرانی لبخند زد. با اینکه طراحی بدنه این خودرو چندان جذاب نبود، اما باز هم قیمت متعادل و کارایی فنی مناسبش سبب شد تا آمار فروش قابل قبولی داشته باشه. البته طوفان فروش توسان در ایران از سال 2011 و با نسل دوم این خودرو با کد شناسایی LM بود. طراحی این خودرو نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده و شمایلی بسیار جذابتر رو نشون میده. هیوندای توسان iX35 در سال 2014 یه فیس‌لیفت جزئی داشت و تا 2015 به حضور خود در بازار ایران ادامه داد. با اینکه نسل سوم هیوندای توسان یعنی TL با طراحی ظاهری گیراتر به ایران رسید، اما این توسان LM بود که با بهره‌مندی از توان خروجی و چالاکی بیشتر محبوبیت بالاتری داشت و به یکی از پرفروش‌ترین کراس اوورهای جمع و جور وارداتی موجود در ایران تبدیل شد. هیوندای توسان LM همون پیشرانه 4 سیلندر MPI هیوندای سوناتای YF و سانتافه DM رو داره. یه جعبه دنده 6 سرعته اتوماتیک با سیستم دو دیفرانسیل هوشمند هم نیروی موتور رو به سمت همه چرخ‌ها می‌فرسته. شتاب این کراس اوور 1598 کیلویی 10.4 ثانیه، حداکثر سرعت 180 کیلومتر بر ساعت و مصرف سوختش هم حدود 9.6 لیتر در هر 100 کیلومتره. هیوندای الانترا آخرین خودروی لیستمونه. سدان هیوندای الانترا به عنوان برادر کوچکتر سوناتا کمی دیر به بازار کشور رسید. اولین نسخه این خودرو در قالب مدل 2013 از نسل پنجم الانترا MD در بازار ایران حاضر شد و بعداً نسخه فیس لیفت الانترا MD
با مدل‌های 2014 تا 2016 در ایران عرضه شد که به دلیل قیمت مناسب، ظاهر جذاب و آپشن‌های نسبتاً متنوعش فروش مطلوبی را تجربه کرد. با اینکه نسل ششم النترا هم با مدل‌های 2017 و 2018 در ایران موجوده، اما النترای نسل پنجم فروش بالاتری داشت و تونست رقیب مناسبی برای سدان‌های پرفروشی مثل تویوتا کورولا یا حتی مزدا 3 نیو باشه. نسل پنجم النترا به پیشرانه 4 سیلندر 1.8 لیتری با قدرت 147 اسب بخار و گشتاور 176 نیوتن متر مجهزه. شتاب این سدان جمع و جور 10.5 ثانیه و بیشینه سرعتش هم 203 کیلومتر بر ساعته. هیوندای النترای MD فیسلیفت هم به صورت شرکتی و هم به صورت وارداتی در ایران موجوده که نمونه های فول آپشنش دارای امکاناتی مثل کروز کنترل، حسگر پارک جلو و عقب، گرمکن فرمان، سیستم مالتی مدیای 7 اینچی لمسی، ورود بدون کلید، تهویه اتوماتیک دوگانه، گرمکن و سردکن صندلی های جلو، آینه های جانبی تاشونده برقی و ساندروف هستند. برای جمع‌بندی باید بگیم که محصولات هیوندای در بازار کم تنوع خودروهای وارداتی ایران کاملا درخشان و پرفروش ظاهر شدند. مدل‌هایی مثل سانتافه و سوناتا بیشتر مورد توجه مشتریان ایرانی قرار گرفتند و به راحتی تبدیل به پول نقد میشن و البته سایر محصولات هیوندای مثل النترا، توسان و آزرا هم محبوبیت نسبتاً بالایی دارند. ممنون که تا انتهای کلیپ همراهمون بودین. شما کدوم یک از محصولات هیوندای رو میپسندین؟ نظراتتون رو برامون کامنت کنید.